ما ببینید از این ارتباطات میخوام استفاده بکنیم، مثلا در ترمت اجازه بدین، اجازه بدین کمک به دیگران یه جزی از این مسئله است. خب فنای فلا بعد فنای فل خلق، یعنی میریم تضاد دو با خود رو حل میکنید، تازه باید بیاید تو دل خلق. ماجرای اصلی با خلقه، برای همینم ما از درمان شروع کردیم، چون توی ارپان تضاد با خدا هنر نیست، اون راحت حل میشه. در یه بشکن زدن تضاد با خدا حل میشه، این میشه فنای فلا. اما فنای فلا که شد، تازه حالا میگم برو فنای فل خلق، یعنی حالا تازه برو مشکل تو با خلق حل کن. مقام صالح، خب مقام صالح کسی که در صلح میباشد، صلح با خدا، صلح با خود، صلح با هستی، صلح با دیگران. صلح با خدا آب خوردن، صلح با خود یه خورده چیز در ولی انجام میشه، صلح با هستی هم میای صلح با دیگران، خان اصلی. لذا فنای فل خلق اصل ماجرات. برای همین اومدیم بریم تو دل خلق. حالا دور سه راجبه صحبت میکنیم، تازه شما بعداً متوجه میشین که چرا از درمان شروع کردیم. برای اینکه تو دل خلق باشیم، برای اینکه اون چیز خان اصلی رو ما از این روز اول تمرین کردیم که بریم باش اخت بشیم، بریم در کنار هم قرار بگیریم، بریم که چه ماجرایی است. وقتی که شما انسانها رو بهش یه ذره نزدیک شدی، متوجه میشید که هر انسانی درد بی درمان مخصوص به خودش داره. هر کسی رو ببینی، صرف نظر از جایگاه، صرف نظر از ثروت و مقام و نمیدونم چی حرفا، وقتی بهش نزدیک میشی میبینه که یک دردی داره، میگه فقط این درد رو من دارم، هیچ کی دیگه این درد رو نداره. خب اون وقته که تازه آماده برای فنای فل خلقه، تازه میشیم یه تغییراتی توی ذهنیت ما تازه ایجاد میشه و حالا کاری نداریم، برای یه مسائل دیگه آماده میشیم. بنابراین توی این عرفان کیانی وقت از دست نمیره. اون چیزی که بعداً میخوای بدوی برسی یه روزی بگیم فنای فل خلق، همین اول قضیه وجود داره، اشکال نداره. هوشمندی رو تست کن، به مردمم نزدیک شو، حلقه بعدی بازم با مردمی، حلقه بعدی بازم با مردمی، حلقه بعدی بازم هستی. این دوتا به موازات هم میره، یعنی مشکل اصلی چه از بغلت حل نمیشه. مشکل شما خدا نیست، بغل دستیاتونه، چون با خدا راحت به صلح میرسیم. حالا شاید باورتون نشه ولی خیلی ساده. این مقدمه آشتی بود، دیدیم هوشمند شعور داره، شعور الهی داریم باش کار میکنیم و خیلی مسائل دیگه، راه برامون خیلی هموار میشه، یه جای خیلی راحت باش به صلح میرسیم، خیلی راحت متوجه میشیم عادل، متوجه میشیم حکمت داره، متوجه میشیم ما یه چیزایی رو نمیدونیم. الان میگیم عادل نیست، میگیم نمیدونم این نیست اونی، ولی به زودی همه اینا رو متوجه میشیم. با این پایان‌نامه‌هاتون امروز که دادیم خدمتتون ارتباط برقرار بکنید. مقدمه درک عدالت الهی تو همین برگه‌هاتون هست. عکساتون رو نگاه کنید، پایان‌نامه‌هاتون رو حالا توضیح میدم خدمتتون، باش ارتباط برقرار کنید. مقدمه عدالت الهی رو تو همین پایان‌نامه‌هاتون پیاماشو دریافت کنید.